آلمان ایالت نورد راین وستفالن گزارش سال 2016 اداره حراست از قانون اساسی درباره فعالیت رژیم و وزارت منفور اطلاعات آخوندی سرویس اطلاعاتی رژیم ایران همچنان بر استراتژی خود پایبند است که سازمان مجاهدین خلق را با تبلیغات هدفدار بی اعتبار سازد اداره حراست از قانون اساسی آلمان ایالت نورد راین وستفالن بخشهایی از گزارش سال 2016 خود را به فعالیت وزارت بدنام اطلاعات آخوندی و مصوران رژیم در آلمان علیه مجاهدین و هواداران مقاومت ایران در این ایالت اختصاص داده است. این گزارش همچنین دیگر اقدامات عوامل اطلاعات آخوندی در آلمان برای دور زدن تحریمها و تأمین و تهیه مواد و جهت پیشبرد برنامه تسلیحات کشتار جمعی و موشکی رژیم آخوندی را برشمرده است. در بخشی از این گزارش درباره فعالیت های رژیم آمده است. در سال 2016 اصلی ترین فعالیت های سرویس اطلاعاتی رژیم ایران در ایالت نوردراین وستفالن آلمان توسط سرویس اطلاعاتی غیر نظامی رژیم ایران در داخل و خارج کشور یعنی وزارت اطلاعات صورت گرفت. به عنوان یک روال تحت نظر قرار دادن و مقابله با اپوزیسیون ایران در داخل و خارج کشور وظیفه محوری وزارت اطلاعات است. همزمان با این اقدامات، سرویس های اطلاعاتی و امنیتی رژیم ایران به اقداماتی برای کسب اطلاعات در زمینه های سیاسی، نظامی و اقتصادی نیز دست زدند. این فعالیت ها که از سوی سرویس مخفی هدایت می شوند در سال 2016 که سال مورد تحقیق گزارش حاضر است، در ایالت نورجاین وستفاله نیز تشخیص داده شدند. تشدید فعالیت های شناسایی وزارت اطلاعات رژیم ایران علیه جنبش اپوزیسیون مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت ایران که در گزارش سال 2015 تشریح شد، همچنان در سال 2016 نیز قابل تشخیص بود. سرویس اطلاعاتی رژیم ایران همچنان بر استراتژی خود پایبند است که سازمان مجاهدین خلق را با تبلیغات هدفدار بی اعتبار سازد. در گزارش اداره حراست از قانون اساسی آلمان در ایالت نورجاین وستفالن تحت عنوان جاسوسی اقتصادی درباره فعالیت های سایبری رژیم آمده است. در سالهای اخیر اطلاعات فضاگنده توسط بخش ضد اطلاعات اداره حراست از قانون اساسی در ایالت نورجاین وستفالن جمعآوری شده اند که نشان آن است که رژیم ایران از یک برنامه سایبری مستقل برخوردار است. این سیستم سایبری در یک مرکز برجسته در نهاد سپاه پاسداران جا داده شده است. در سال 2016 حملات سایبری با کیفیت بالا علیه شرکت های آلمانی شناسایی شدند. در بخش دیگری از گزارش اداره حراست از قانون اساسی آلمان در ایالت نورد ران وستفالن درباره فعالیت های وزارت اطلاعات در این ایالت برای پیشبرد برنامه تسلیحات کشتار جمعی به ویژه برنامه موشکی رژیم آخوندی آمده است قسمت ضد اطلاعات در زمان مورد نظر گزارش 2016 32 مورد تلاش رژیم ایران برای کسب مواد ممنوعه را ثبت کرده است که مشخصاً و یا به احتمال قوی در خدمت یک برنامه اشاعی تسلیحات کشتار جمعی قرار داشتند. این رقم یک کاهش محسوس را در زمینه تلاش هایی که برای کسب مواد ممنوعه صورت گرفته و سوی ادارات در ایالات نوردران وسفالن شناسایی شدند نشان می دهد. بالاترین رکورد این تلاش ها در سال 2015 بود و آمار آن به 141 مورد بالغ می شد. با این همه رژیم ایران کماکان مهمترین سوژه است که تمرکز فعالیت مقابله با اشاعه تسلیحات کشتار جمعی را به خود مشغول ساخت است. بخش عمده این موارد معطوف به تقاضاهای صورت گرفته برای کسب مواد قابل استفاده در برنامه موشکی رژیم ایران می باشد. در اکثر موارد ارسال کالاهای مورد نظر به ایران با موفقیت همراه نبود. زیرا اداره حراست از قانون اساسی توانست به شرکت های مربوطه به موقع هشدار بدهد و یا خود شرکت ها که پیشا پیش نسبت به این موارد حساس شده بودند تقاضاهای های مشکوک را شناسایی کرده و آنها را برآورده نکردند اداره حراست از قانون اساسی آلمان در ایالت نورجاین وستفالن در ادامه گزارش سال 2016 خود تحت عنوان مسیرهای تهیه مواد ممنوعه روش ها و مسیرهایی را که عوامل رژیم برای ارسال این مواد به ایران تحت حاکمیت آخوندها به کار گرفتهاند فاش کرده و با به نمایش گذاشتن کروکی مسیرهای انتقال کالاها با قابلیت استفاده در تسلیحات کشتار جمعی به ایران می افزاید. از جیوه های بسیار مرسوم در تهیه مواد قابل استفاده در تکنولوژی اشاعه تسلیحات کشتار جمعی این است که علاوه بر اینکه اهداف استفاده ظاهرا اهداف غیر نظامی ذکر می شوند محل های اشتباهی نیز به عنوان مقصد نهایی کالا اعلام می شوند در این رابطه نه تنها خیلی اوقات شرکت های پوششی به عنوان گیرنده عنوان می شوند بلکه اغلب تلاش می شود کشور مقصد ارسال کالا نیز مخفی نگه داشته شود برای این منظور در سال 2016 کشورهای علاقمند به این مواد ممنوعه باز هم به صورت گسترده از شبکه های پوششی خرید استفاده کردند. این شیوه ها شامل شرکت های پوششی و افراد مجازی در کشورهای مختلف است. آنها تلاش می کنند تا با شیوه به اصطلاح دور زدن ریل های انتقال کالاهای مورد نظر را تهیه کنند. خریدارها می توانند در اساس از هر کشوری استفاده کنند. بر اساس تجربه این کشورهای واسط، که جهت دور زدن مورد استفاده قرار می گیرند، از نظر جغرافیایی در نزدیکی کشور مقصد قرار دارند در رابطه با ایران به عنوان مثال این کشورها امارات متحده عربی، ترکیه و چین هستند در برنامه ارتباط مستقیم یک شنبه شنب 23 مهر مسئول کمیسیون خارجی شورای ملی مقاومت آقای محمد محدسین درباره اقدامات عوامل وزارت اطلاعات در کشورهای اروپایی و همچنین اقدامات سایبری رژیم برای نفوذ جاسوسی و گردآوری اطلاعات از مقاومت ایران گفت رژیم آخوندی در واقع در سالهای گذشته در یک دهه گذشته شدن بیشتر تلاش گسترده رو برای وسلا نفوذ خرابکاری نفوذ کسب اطلاعات گمراه کردن به طرفهای طرف های مختلف از طریق فعالیت های سایبری نفوذ در واقع سایبری عملیات تخریبی یا عملیات در واقع کسب اطلاعات یا عملیات انحرافی از طریق فعالیت های سایبری خودش داشته این امر شناخته شده ای هست حتی در سال 2014 یک مقاله معروفی من الان فکر میکنم اینجا داشته یک مقاله معروفی نشریه دیلی بیست در واقع ورسیون الکترونیکی نیوزویک منتشر کرد که چگونه رژیم ایران وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه تلاش کرده تا آقای جان بولتون سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل و رو حک کنه و یا به اسم جان بولتون نفوذ کنه در سیستم های آمریکایی که این لو رفته بود و داستان مفصلی در اه اینجا اه توضیح دادن که آخرش هم خود آقای بولتون گفته بود که باعث افتخار من هست که آیت الله من را برای این کار انتخاب کردن یعنی از طریق کسانی که در واقع سیاست رادیکال تری رو علیه رژیم پیش در این زمینه ها رژیم انرژی پول سرمایه های زیادی از ملت ایران رو صرف این کار میکنه و همین روزهای اخیر شنیدین که چیز رو اه، اه، پارلمان انگلیس و ایمیل های 9000 ایمیل پارلمان انگلیس رو رژیم هک کرده که به یک بسیار اول سعی کردن که بگن روسا بودن و بعد معلوم شد که تحقیقات کرد دولت انگلیس در همین همزمان با همین سیاسه، اعلام سیاست جدید آمریکا یا شب قبلش اعلام شد که رژیم آخوندی بوده البته در این زمینه انرژی بسیار زیادی هم برای خرابکاری برای کسب اطلاعات برای نفوذ در مقاومت هم کرده چه در عراق چه در اروپا چه در جاهای دیگه اگر خاطرتون باشه شورای ملی مقاومت در 20 مهر 1393 دوازده اکتبر 2014 در این کتاب اطلاعیه اطلاعی و اسناد روشنگر کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت اومده اطلاعیه های این جزء اطلاعیه هایی که در سال 2013 و 2014 کمیسیون امنیت داده در صفحه 80 79 و 80 این کتاب اطلاعیه هست به تاریخ 20 مهر 93 12 اکتبر 2014 که اونجا در واقع یک سندی رو از دبیرخانه شورای وزیران عراق منتشر کردیم ما این اطلاعیه در واقع موضوعش اینه با استناد به فرامین جناب نخست وزیر در, در, مورد پیگیری جناب نخست وزیر یعنی مالکی در مورد پیگیری مسائل اعضای سازمان خلق در قرارگاه لیبرتی تصمیمات زیر گرفته شد یک کمیته که مراسلات پستیشون رو کنترل کنه انتخاب یک کانال پستی که خلاصه بتونه اگر چیزی برای میاد بگیره بر اساس این بیشتر این ماده مورد نظرم هست بر اساس پیشنهاد اداره تکنولوژی اطلاعات یک باند الکترونیکی کنترل شده برای پیگیری و نظارت پست های الکترونیکی ایجاد می شود. این حرفی است این خود این سند تاریخ 6 دوازدهم 12 ماه, ماه دو هزار می 2013 یعنی در اون زمانی که مجاهدین تقریبا همشون منهای اون صد نفر آخری که در اشرف بودن به لیبرتی منتقل شدن یعنی این یک کار گستکمان که الان تلاش میکنه با نفوذ در شبکه های ارتباطی در تلفن های هوشمند در وسایل ارتباطی به کسب اطلاعات کنه یا از سازمان مجاهدین به اطلاعات بگیره اطلاعات سرقت کنه یا خب البته در خیلی از جاها مقاومت ایران در واقع جلوش گرفته شاید اگر شما دیده باشین فکر میکنم. نمیدونم سیما آزادی هم فکر میکنم پخش کرده گزارشی رو که در همین چند روز اخیر گزارش اداره حراست آلمان در واقع اداره امنیت آلمان که در اونجا باز هم تکرار میکنه که از همونطور که از سال در سال 2015 گفته بودیم در واقع کانون توجهات وزارت اطلاعات و دستگاه های اطلاعاتی رژیم ایران در خارج کشور علیه جنبش اپوزیسیون مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت کماکان در سال 2016 این هدف دستگاه اطلاعاتی ایران بوده رژیم ایران بوده و سرویس های اطلاعاتی ایران همچنان بر استراتژی خود پایبنده که سازمان مجاهدین خلق رو با تبلیغات خودش بی‌اعتبار سازه اینجا اجازه بدین اشاره کنم به چون به این موضوع مرتبطه اشاره کنم به مثلا به تحقیقات و مثلا گزارشی که اخیرا کمیته بین المللی در جستجوی عدالت منتشر کرده که فکر می کنم من نسخه دادم اگر هست شاید صفحاتش رو بشه نشون داد جزوه هست که کمیته بین المللی در جستجوی عدالت از به ریاست پروفسور آل خویدال الکوادراست تحقیقات کرده در مورد معموران وزارت اطلاعات در اروپا که در واقع اینا یک کل هماهنگ از یه طرف به تلاش های سایبری رژیم در واقع نفوذ روی اه شبکه های کامپیوتری و ارتباطی و از طرفی معموران و جاسوسانش رو در خارج کشور تحت عناوین مختلف همین که وزارت دستگاه اطلاعاتی آلمان رو هم بهش اشاره کردن و که تمرکز رژیم ایران روی این هست این در این جزوه اسامی سری اسامی مشخصات و فعالیت های بسیار جاسوسی و مزدوری یک سری از این مزدوران رو در این گزارش اووردن که قابل توجه و فکر می کنم خیلی خوب هست که دوستانمون و هموطنانمون در مراجع مختلف سیاسی در مراجع مختلف حقوقی در اروپا این سند رو ازش استفاده کنن برای افشای معموران رژیم و اجازه ندن رژیم از این معمورانش و از این کارها استفاده کنه اینجا اجازه بدید این رو هم تذکر بدم این رو هم یادآوری کنم به همه هموطنانمون به خواهران و برادران هوادار در کشورهای مختلف هوشیار باشن نسبت به تلاش های, تلاش های همین سایبری رژیم الائمی اگر از این به صلاح مداخلات رژیم از این نفوس های رژیم میگن سریع اطلاع بدن مراجع زیرفت رو مطلع کنن مقاومت رو مطلع کنن و نسبت به این موضوع کاملا حساس و هوشیار باشن چون کاری هست که رژیم الان بهش مشغول تحت عناوین مختلف تحت عنوان هوادار تحت عنوان ایرانی مخالف تحت عنوان تحت عناوین مختلف تحت عناوین اخلاقی از طرق مختلف تلاش میکنه که تو این کارها نفوذ کنه البته الان با توجه به بحرانی که رژیم در اثر همین سیاست جدید آمریکا داره قطعا بیشتر و بیشتر به این کارها دست نزنه